رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. خانم ها آقایان، به یکی دیگر از کنفرانس های یک روزه مهبانگ خوش آمدید. مهبانگ بانگ خرد و دانش، نهادی است غیر انتفاعی و بدون سوگیری سیاسی که هدفش گسترش دانش و خردورزی یا همان ترویج علم است. تلاش مجموعه مهبانگ آن است که با دانش گستری و ترویج علم به گسترش فرهنگ علمی اندیشیدن و به کارگیری روش علمی و تفکر نقادانه یا سنجشگرانه اندیشی در میان مردم به ویژه جامعه فارسی زبان، نخست به جنگ تفکرات و اندیشه های کهنه و پوسیده شخصی برود تا راه را برای به چالش گرفتن باورهای غلط و واپسگرای اجتماعی و فرهنگی هموار کند. برای رسیدن به این هدف اما باید از راه سنگلاخ و پرپیچ و خمی گذشت که فقط میتوان با اتکای به یک اراده ملی و پشتیبانی از خردمندان جامعه امید به موفقیت آن داشت. بر همین اساس از 3 سال پیش به کوشش دوستان دانشمند و فرهیخته مجموعه مهبانگ آغاز به کار کرد و در این مدت به برگزاری کلاس‌های ماهانه و کنفرانس‌های یک روزه اقدام کرد. جلسه امروز هم یکی از روش‌های مهبانگ برای بردن علم با زبانی ساده اما دقیق و رسا به دل جامعه است. در برنامه امروز سه سخنران این کنفرانس هر کدام به مدت 35 دقیقه صحبت خواهند کرد. به سراغ اولین سخنران برنامه امروز آقای دکتر حسام نوذری میریم. ازشون خواهش میکنم که تشریف بیارن. ممنون هستم نگین جون، علی نیری عزیز، و ممنون هستم از شما که تشریف آوردید امشب. ببینید، برای مردن وقت زیاد هست، اما برای زندگی کردن زمان کوتاه هست. موجوداتی هستند که چند قرن زندگی میکنن یا بیشتر، موجوداتی هستند که چند دقیقه زندگی میکنن، اما واسه ما زمان تنگ هست، زمان کوتاه هست. و این زمان کوتاه واقعا یک سعادت بزرگ هست، این زمان کوتاه یک هدیه بزرگ هست. این هدیه نتیجه تقریبا 14 میلیارد سال هست. 14 میلیارد سال تکاپو، واکنش های زیبا مثل فروزان یا فتوسنتز، یکی از زیباترین واکنش هایی که روی کره زمین هست، مثل زایش و مرگ ستارگان که تولد دادن به عناصر حیات ما. ما هیچ کدوم از ما، مادر ما کره زمین نیست، کره زمین دایه ما هست، مادر ما واقعا کهکشان ها هستند. اما مسئله بزرگ این هست، اگر این هدیه، اگر این سعادت اینقدر کوتاه هست، واکنش ما چی باستی باشه در مقابل این هدیه؟ اگر شما بدونید که امکان این که روی کره زمین باشید و این سعادت نصیبتون شده باشه چقدر کم هست، حیرت میکنید. همینطوری برای که یک گوشی دستمون بیاد به اصطلاح، فرض کنید سر تا سر کره زمین رو با یک سکه بپوشونن، بالای کوها، ته اقیانوس ها، و فقط روی یکی از اونها نوشته باشن اسم شما رو و یک عقاب رو پرواز بدن و این عقاب بره در ته اقیانوس ها و اون سکه رو پیدا بکنه، که امکانش هم نیست شنا کردن عقاب در ته اقیانوس. اگر شما امروز اینجا نشستید، یعنی که این حادثه اتفاق افتاده و اون عقاب سکه نام شما رو انتخاب کرده. اینقدر حضور ما واقعا روی کره زمین یک سعادت بزرگ است. حالا اینجا میام از 14 میلیارد سال به اینجایی که الان هستیم، بقیه رو فعلا موقتا بگذاریم کنار. همه ما هومو ساپینس ساپینس هستیم، یعنی امروز روی کره زمین فقط یک نژاد انسان وجود داره. در گذشته نه، در گذشته ما نوعهای متفاوت، گونه های متفاوت و نژادهای متفاوت انسان داشتیم. امروز دیگه نداریم.
امروز فقط ماها هستیم. حالا یک سر بزنیم به میهن خودمون، ایران عزیز. از نظر بیولوژیک هیچ کدوم از ما واقعا فرزند خانواده های خودمون نیستیم. از نظر ژنتیک ما فرزند مردمان خودمون هستیم. دلیلش هم خیلی ساده است. شما زمانی که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر، اما دوتا پدر بزرگ دارید و دوتا مادر بزرگ. عقب که برمیگردیم میشن 4 تا، 8 تا، 16 تا. 10 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1024 تا. 20 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1,048,000 نفر. و هر بار شما نیمی کم و بیش از پدر میگیرید، نیمی بیشتر از مادر میگیرید. و به عقب که برمیگردیم میشه 25%. عقب تر که میرید میشه 12.5%. کمتر و کمتر و کمتر میشه. و این امکان تنها در میان مردمان هست که وجود داره. این عبور و مرور ژن‌ها، این رفت و آمد ژن‌ها. بنابراین هیچ کدوم از ما واقعا فرزند خانواده های خودمون نیستیم. فرزند مردمان خودمون هستیم. از نظر بیولوژیک. بنابراین همه ما در ایران بلوچ هستیم. همه ما در ایران کرد هستیم. همه ما در ایران آذری هستیم. همه ما اهل خراسان هستیم. همه ما همشهری حافظ هستیم. همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم از نظر بیولوژی. بنابراین اگر از شما بپرسند که نژاد شما چی هست؟ نژاد ما آریانیست، مفهومی نداره. نژاد ما ساپینس هست، هومو ساپینس، ساپینس. همه انسان هایی که روی کره زمین هستند. اما اگر سعادتمند باشیم میتونید بگید که من از تبار آریا هستم. اگر سعادتمند باشیم میتونیم بگیم که من از تبار کوروش بزرگ هستم. اگر سعادتمند باشیم از تبار عمر خیام و از تبار فردوسی هستم. اما دنبال ژن‌های اونها در خودتون نگردید. امکان نداره شما ژن کوروش رو در کسی پیدا کنید. امکان نداره شما ژن داریوش رو در کسی پیدا بکنید. مغز همه ما سفید است. استخوان همه ما هم سفید است. قلب همه ما قرمز است. خون همه ما قرمز است. اما رنگ پوست ما متفاوت است. ما تمام اون رنگ های مشابه رو ول کردیم و چسبیدیم چارچنگولی به رنگ پوست و بر اساس مشاهدات خودمون تعریف کردیم نژادهای متفاوت رو، نژاد سیاه، نژاد سفید، نژاد زرد. یک واژه هایی که علمی نیستن، زائد هستن و خطرناک هستند. اما چرا رنگ پوست ما متفاوت هست؟ و اگر رنگ اینقدر اهمیت داره، چرا رنگ قلب همه ما یکی هست؟ چرا قلب استخوان ما، رنگ استخوان ما همه یکی هست؟ چرا رنگ خون ما همه یکی هست؟ به خاطر که رنگ پوست ما در معرض پرتوی فرابنفش است. ما 3 نوع داریم به خصوص. یکی از اونها رو ما نیازمندش هستیم برای تولید کلسیم، برای ویتامین د. و هر چقدر که گذشتگان ما از آفریقا دور شدند و به قطب نزدیک شدند، اون رنگدانه رو ما از دست دادیم تا بیشتر بتونیم از پرتوی فرابنفش استفاده کنیم، چون حضور فرابنفش کمتر و کمتر میشه، هوا ابری هست. و هر چقدر که گذشتگان ما بیشتر در سمت آفریقا هستند، آفتاب بیشتری هست، اون رنگدانه ها رو نیازمندشون هستیم، ملانین، تا مراقب ما باشن از اشعه های بیش از حد فرابنفش. بنابراین هر چقدر که ما بیشتر دور میشیم از آفریقا و دور شدیم، رنگ پوست ما روشن‌تر شده. به همین سادگی، هیچ ارتباطی به چیز دیگه‌ای نداره. و همه ما دقیقاً دارای همون ژن‌ها هستیم. تفاوتی بین انسان‌ها نیست. این که ما فکر کنیم انسان‌ها 90% شبیه به هم هستن، نه، اصلا اینطور نیست. ما کاملاً شبیه به هم هستیم. حالا چه شما در آرژانتین باشید، چه در روسیه باشید، چه در ایران، و در خود ایران، چه در سیستان و بلوچستان باشی، چه در خراسان. اما ژن‌ها میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشن. همون ژن میتونه بیان‌های متفاوت داشته باشه، گاهی اوقات تا 140 بیان متفاوت. اما ژن‌های ما همه یکسان هستن. این رو هم بایستی
متوجهش بود. خیلی ها رفتن دنبال گروه خونی. شاید گروه خونی متفاوت هست. شاید بر اون اساس بتونیم آدم ها رو طبقه بندی کنیم. ما الان قرن ها هست که داریم آدم ها رو طبقه بندی میکنیم. و علم بیولوژی ده ها سال هست که تک تک اونها رو خونسا کرده. ما هی طبقه بندی میکنیم و اون خونسا میکنه. بنابراین بین آدم ها تفاوت در بیان ژن هست، اما بین آدم ها درجه بندی نیست. بین آدم ها سلسله مراتبی در کار نیست، اما بین آدم ها تفاوت در بیان ژنتیک هست. و تفاوت های ما در 0.1% هست. همین، یعنی از نظر بیولوژیک حتی شایسته نزدیک شدن به اعلام نژاد متفاوت هم نیست، اینقدر دور هست. چون اعلام نژاد کردن یک مسئله کاملا علمی هست و یک کمیته علمی اعلام نژاد میکنه بر یک اساسی، بر اساس یک فرمولی. ما حتی نزدیک به اون هم نیستیم که بخوایم بین آدم ها نژادهای متفاوت رو تعریف کنیم، اما در گذشته داشتیم. ما یک نوع انسان روی کره زمین نداشتیم، ما نوعهای متفاوت انسان روی کره زمین داشتیم. هیچ موجودی در یک روز خلق نشد. همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم و منظور من از فرایند طولانی مدت 10 میلیون سال و 100 میلیون سال نیست، میلیاردها سال هست. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده و همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. شما و من و هر کس دیگه، امریکایی ها، مکزیکی ها، همه ما نتیجه یک مهاجرتی هستیم که 100,000 سال پیش رخ داده از آفریقا. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم بدون استثنا، همه ما آفریقایی هستیم. این مهاجرین 55,000 سال پیش به استرالیا میرسن، حدود 70,000 سال پیش به میهن ما میرسن، حدود 40,000 سال پیش به اروپا میرسند. بستگی به مسافت داره، به جاهای متفاوت میرند. و جالب هست شما تفاوت‌هایی رو که در این مهاجرین می‌بینید به مراتب کمتر هست از تفاوت‌هایی رو که در خود قاره آفریقا می‌بینید. چرا؟ چون همه اونهایی که در قاره آفریقا هستن مهاجرت نکردند. اونها به مراتب سالیان بیشتری در قاره آفریقا بودند. اما نه، ما 100,000 نفر هست که 100,000 سال پیش هست که این مهاجرت صورت می‌گیره. اول این رو هم مشخص بکنم که در بیولوژی ما واقعا نمیدونیم حیات چی هست. حیات رو نمیشه تعریف کرد، اما حیات رو میشه توصیف کرد. حیات رو میشه توصیف کرد و این خودش واقعا زیبایی فرگشت هست. فرگشت یک فرهنگ با خودش آورده، یک فرهنگ با خودش داره، حداقل در مورد ماها. و اون فرهنگ مختص به اندیشیدن نیست. انسان تنها موجودی نیست که اندیشه میکنه. ما قبلا فکر میکردیم که انسان تنها موجودی است که اندیشه میکنه. نه، اصلا اینطور نیست. حتی یک پشه هم اندیشه میکنه. انسان تنها موجودی نیست که عاشق میشه. حضور عشق روی کره زمین هیچ ارتباطی به انسان نداره. عشق یک حضور قدیمی روی کره زمین داره. هیچ خاصیتی در موجودی به اسم هومو ساپینس ساپینس نیست که پیشینه تاریخی روی کره زمین نداشته باشه. و این واقعا آموزه داروین هست، شاید برجسته ترین شخصیت قرن 18 و 19. به شما گفتم که ما یک مدت کوتاه روی کره زمین هستیم، اما چرا در میان این همه میلیون ها سال ما اخیراً این همه پیشرفت کردیم؟ به فضا میتونیم بریم، زیر دریا میتونیم بریم. این همه برمیگرده به این که در یک دوره خاصی اندیشمندان و اندیشه سازان میرن به سراغ هم دیگه، با هم ارتباط برقرار میکنند و یک نفر نقش بسیار مهمی بازی میکنه و اون اراسموس داروین هست، پدر بزرگ داروین. داروین در یک خانواده بزرگ شده که واقعاً تک تک اونها گل هستند. پدر بزرگ گل هست، مادر بزرگ
پدر و مادر و بعد بچه ها و برادرها و خواهرها، یک خانواده فرهیخته. در سالهای 1700 اعلام میکنند که سیاه و سفید نداریم. در سالهای 1700 اعلام میکنند که تفاوتی بین زن و مرد نیست. در سالهای 1700 اعلام میکنند که زن بایستی تحصیلات عالی داشته باشه. از این دارم استفاده میکنم برای اینکه به شما این پیام رو بدم که چقدر اهمیت داره ایجاد ارتباط در میان اندیشه سازان، ایجاد ارتباط در میان فرهیختگان. چرا؟ چون ما حتی توانایی تجزیه و تحلیل رو هم نداریم. مغز ما یک مغز ناتوان هست، اما این مغز به آموزش پاسخ میده، به فرهنگ پاسخ میده، اما تجزیه و تحلیل، یادگیری در ما نهادینه نشده. این نتیجه خودمحوری انسان بوده که فکر کرده که من یک موجود اشرف هستم و به این قناعت کردیم. الان سال هاست که عاشق این مسئله هستیم که ما اشرف مخلوقات هستیم. اما انسان به فرهنگ پاسخ میده، انسان به آموزش پاسخ میده. اما اگر به انسان آموزش ندید، به راحتی برمیگرده به حالتهای ابتدایی خودش. اجازه بدید که باز هم تکرار بکنم که در میان ما ریس وجود نداره. ریس هیچ گونه واقعیت علمی نداره. خون همه ما قرمز هست و حتی از اون هم شما میتونید پیشتر برید. اگر خودتون رو با حیوانات مقایسه کنید، خون حیوانات هم قرمز هست، قلب اونها هم قرمز هست، فداکاری هم میکنن، عاشق هم میشن. شما کافی هست وقتی که قدم میزنید در خیابان، جنگ یک گنجش رو ببینید با یک شاهین در دفاع از آشیانش. شما اگر به کنار دریا میرید، مرتب فداکاری دلفین ها رو میبینید، به کوسه زدن دلفین برای نجات رفقاش. و اینقدر مسئله رنگ واقعا مسخره هست که اگر شما میخواستید بر اساس رنگ آدم ها رو طبقه بندی کنید، هزاران رنگ پیدا میکنید. پس کی سیاه هست؟ کی زرد هست؟ کی سفید هست؟ یکی دوتا نیستند. تنها ارتباط پیدا میکنه به این پرتو فرابنفش و یک سری مسائل دیگه، اما مسئله اصلی همون پرتو فرابنفش هست. اگر شما ژن‌های خودتون رو ما نگاه کنیم، یک تعداد از اونها رو برداریم، وارد دی ان ای یک حشره بکنیم، اون حشره این توانایی رو داره که اون ژن‌ها رو بیان کنه. چرا؟ ژن‌های شما رو برداریم وارد ژن یک حشره بکنیم، نه یک پستاندار دیگه، یک حشره. اون حشره میتونه ژن‌های شما رو بیانش رو تضمین کنه، به خاطر اینکه همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و منظور من از همه ما انسان‌ها نیست. ما با حیوانات دیگه هم پسر خاله و دختر خاله هستیم و به همین دلیل هم هست که ژن‌های همدیگه رو به همدیگه پاس میدیم و اون ژن‌ها رو دفع نمی‌کنه و اون ژن‌ها همون آجر رو دارن، اون ژن‌ها همون الفبا رو دارن. الفبای حیات میان همه ما مشترک است. و اگر شما سر به جنین انسان بزنید و جنین یک لاک پشت و جنین یک ماهی و جنین یک خرگوش، هیچ تفاوتی نمی‌بینید. این جنین یک ماهی هست، این یک مرغ هست، این یک خرگوش هست، اینم انسان هست. هیچ تفاوتی نمیبینید. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات تفاوتی نکرده. الگوی حیات شما، ساختار حیات شما و یک پشه دقیقاً عین هم هست. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات هیچ تغییری نکرده. ریتم حیات هست که تفاوت کرده. یا موزیک حیات هست که تغییر پیدا میکنه. ما موزیک های متفاوت داریم، اما به سادگی میتونید سر بزنید به اون الگوی یکسان. فقط خلاصه‌ام بکنم که پیش از بیولوژیست ها، مصر باستان هست که برای نخستین بار به این مسئله پی میبره، به خاطر اینکه در یک مقیاس وسیع دست به تشریح میزنند. ما 70 میلیون مومیایی در مصر باستان داریم، 5 میلیون مومیایی حیوان داریم. بحث امشب مصر نیست، اما در مصر باستان بردهداری هم ما نمیبینیم. به مصر باستان خیانت زیاد شده، ظلم زیاد شده. بنابراین فقط به این کفایت میکنم
در پیروی از فرهنگ دوستان مصر و دانشمندان مصری که از واژه برده به این سادگی استفاده نکنید. در توصیف معماری مصر، هنر مصر، مد در مصر، میکاپ در مصر و موزیک و آشپزی در مصر باستان. پنج انگشت، دو تا استخون، یک. اگه به سراغ خودتونم برید، پنج انگشت، پنج استخون، دو تا، یکی. اگر شما به سراغ یک خفاش برید، پنج انگشت، دو تا، یک. اون هم یک دلفین هست، اون یک شیر هست، اون هم یک انسان هست. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات تفاوتی نکرده، اما بیان تفاوت پیدا کرده، به خاطر اینکه فرگشت روی یک خط حرکت نمی‌کنه. فرگشت مثل شاخهای یک درخت عمل می‌کنه، مثل یک سنگی عمل می‌کنه که اون رو پرت کردی در یک آب پرشور، ایجاد حلقه‌های متفاوت با اندازه‌های متفاوت می‌کنه و بعد این حلقه‌ها توی همدیگه میرن، حلقه‌های بیشتری ایجاد می‌کنه. در علم و دانش ما به دنبال اون سنگ هستیم و اون پرتاب، اون چه که شاهدش هستیم اون حلقه ها هستند. بنابراین 700 میلیون سال هست که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرد. همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایی ما هست و عناصر حیات ما از سامانه خود ما نیومدن. سامانه خود ما و حتی کهکشان خود ما توانایی و قدرت تولید این عناصر رو نداره. نیمی از عناصر ما از کهکشان‌های دیگه اومدند. از اون زاویه که نگاه کنید می‌بینید چه سعادت بزرگی هست زندگی روی کره زمین. من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم و با این تموم می‌کنم. زمانی که پدر و مادر شما با هم دیگه بودند تا شما به دنیا بیاید، اگر به جای دوشنبه سه شنبه سکس داشتند شما به دنیا نمی اومدید، هیچ وقت به دنیا نمی اومدید. و در اون لحظه‌ای که با هم هستن 100 میلیون سلول به طرف سلول مادر حرکت میکنه، هر کدوم از اونها به یک نفر دیگه حیات میداد. و اگر شما امروز اینجا هستید به خاطر این هست که اون شب یک بلیت بخت آزمایی بردید که شانس بردش 1 در 100 میلیون بود. 1 در 100 میلیون هست. ممنونم ازتون.